ببینید، ما وارد دوران جدیدی شدیم، دوران افول حکومت آخوندی، دورانی که دوران پایانی رژیم ولایت فقیه هستش. از هر طرف خب همه صدای شکستن استخونهای این رژیم رو زیر پای مردم قهرمان و دلیرمون، هم از کامیوندارای شجاع، مردم دلیر کازرون و یا اهواز و یا کرمانشاه و کردستان و یا کشاورزای زحمتکش ورزنه و اصفهان و یا کسانی که اموالشون و مالشون رو توسط این رژیم به یغما برده شده و هر روز تظاهراتشون رو میبینیم شنیده میشه. بوی الرحمن رژیم رو قبل از هر چیزی خود رژیم داره حس میکنه. به همین خاطر جناهای مختلفش به تک و تا افتادن و همچنین لابی های این رژیم در خارج، حامیانش، و تلاش میکنن که جلوی غرق شدن این کشتی در حال احتضار رو بگیرن، کشتی ولایت فقیه که داره فرو میره. در چنین شرایطی خب هر کس دنبال منافع خودشه. در غرب یا در اروپا عده‌ای دنبال این هستن که معاملاتشون رو با این رژیم نجات بدن، اما تعادل قوا در حال چرخشه. در چنین شرایطی اون چیزی که تعیین کننده است صدا و ندای مردم ایران هستش. به همین خاطر این صدا رو باید رسوند و به همه گفت که اون چیزی که بایستی به حساب بیاد و تعیین میکنه اراده مردم ایران هستش. در گرد همایی بزرگ ایرانیان که در ویلپند قرار برگزار بشه، فرصتی است که این صدا رو به گوش همه جهانیان برسونیم. از هم اکنون پروژکتورها به سمت این گرد همایی جهتگیری کردند. ما بسیاری از منتخبین، شهرداران، شخصیت‌های برجسته از اقصی نقاط جهان ابراز حمایت کردند و حضورشون رو برای حمایت از مردم ایران از هم اکنون اعلام کردند. در چنین شرایطی ما بایستی با حضور خودمون در این گرد همایی صدای تک تک ایرانیانی که در داخل ایران زیر ستم آخوندی هستند باشیم و این اراده رو به بهترین نحوی نشون بدیم و با صدای بلند بگیم که این اراده رو کسی نمیتونه دور بزنه و در نهایت این مردم ایران و مقاومتش هستند که سرنوشت و تومار این رژیم رو در هم میشکنن و ایرانی آباد و آزاد رو برقرار میکنن. به همین خاطر هر نفری، هر ایرانی شریف و آزادهی که در خارج کشور در این گرد همایی شرکت بکنه، در واقع نمایندهی از بیشماران مردم ایران هستش که امروز یک صدا خواستار سرنگونی این رژیم هستن. به همین خاطر حضور و شرکت تک تک ما در این گرد همایی به نسبت هر سال اهمیت تعیین کننده و خارق‌العاده‌ای داره که به خصوص توی چشم کل کسانی که در واقع پروژکتورشون و توجهشون امروز بیش از گذشته به ایران و آیندهش جلب شده، چه در منطقه، چه در اروپا و چه در صحنه بین‌المللی، امروز این حضور بسیار بسیار تعیین کننده هستش. امیدوارم که پاسخ شما رو داده باشم.